خبر ناگواری که برای جمهوری اسلامی دارم و که خبر خوشی است برای ما ایرانی ها اینه که نسل تازه انقلاب به طرز عجیبی داره در خارج از کشور می درخشه. آدم ها در هر رشته از ریاضیات گرفته تا ادبیات تا هنر تا رقص تا موزیک واقعا قوغا میکنن در خارج. همین دیروز شنیدم که سرگذشت زندگی خانم مریم میرزخانی ریاضیدان بزرگ ایرانی وارد کتاب‌های درسی آمریکا شده است. به حد این زندگیش زیبا، جالب و کشنده است و جذاب که به هر حال یک آدم بازوق به نظرش رسیده است که باید سرگذشتین رو گفت. خانم مریم میرزاخانی که دیگه اواخر عمر حتی دیگه حق ورود به مملکت رو نداشت، فقط یکی از شاهکارهای ایرانی ها در خارج. یکی دیگه از آدم ها که من تصادفاً امروز میخوام دربارش صحبت کنم و بعد میگم که چرا راجع به این مرد دارم صحبت میکنم، آقای پروفسور ایرج صبحانی است. آقای پروفسور ایرج صبحانی متخصص نامدار جهاز هاضمه و با فوق تخصصی سرطان جهاز هاضمه یکی از آدم‌هایی است که واقعاً در پاریس شهرت فراوانی داره. بارها و همه جا صحبتش است و جالب اینجاست که این آدم خوزستانی است و چهرش با وجود اینکه خوزستانی است و گرمای اون منطقه رو دیده اصلا تیره نیست، خیلی چهره روشنی داره. یکی از خصوصیات آقای پروفسور ایرج صبحانی ورای پزشکیش که خب واقعا تمام متخصصین در پاریس قبولش دارند این استش که به طرز حیرت آوری به سوگندی که برای گرفتن درجه دکترا معمولاً بایستی یاد کنند که معروف است به سوگند بقراط واقعاً و عمیقاً اعتقاد داره و این اعتقاد رو من شخصاً تجربه کردم که براتون تعریف میکنم. یکی از دوستان من که میدونست که من آشنایی با آقای پروفسور ایرج صبحانی دارم به من تلفن کرد و خواهش کرد که از پروفسور وقت بگیرم، برای اینکه به سکرتیرش تلفن کرده بود و یه مدت مدیدی براش فرصت قائل گذاشته بودن و مدت زیاد بود و ضمن سوالش گفته بود من خیلی دلم میخواد که برم به مطب خصوصیش، بنابراین اگر که مطب خصوصی داره و آدرسی داره یا تلفنی دارد میخوام اون رو هم بدونم. من تلفن کردم به پروفسور صبحانی و گفتم که برای یک چنین آقایی که دلیل دارد به این دلیل لازم استش که زودتر ایشون رو ببینید وقت میخوام. اونم محبت کرد، برای همون فردای اون روز وقت داد و بعد من اشتباه کردم و خواهش دوم اون دوستم رو گفتم و
و گفتم که ایشون در این حال میخواد که آدرس و شماره تلفن مطب خصوصی شما که خارج از بیمارستان هست اون رو هم ببینه. گفت برای چی؟ گفتم خب مثل بسیاری از ایرانی ها تصور میکنند که در مطب خصوصی خودتون شما فرصت بیشتری دارید برای اینکه به مریض خودتون برسید. عکس‌العمل پروفسور ایرج صبحانی حیرت آور بود. یه لحظه مکس کرد و به من گفتش که اگر کس دیگری تلفن کرده بود قطعاً قطع می‌کردم. ولی میخوام به تو یک نکته رو بگم. دکتر، پزشک وقتی که سر یک بیمار حاضر میشه احساسی که بهش دست میده این است که این موجود ناتوانی که دراز کشیده جلوی تو و منتظر اظهار عقیده توست و اقدامی است برای اینکه از مرگ به میهراسد و میخواد نجات پیدا کنه، دکتر فقط و فقط به یک چیز فکر میکنه و اونم این استش که چگونه میشه این بیمار رو نجات داد. فقط. و این خصلت مربوط به من نیست، هیچ پزشکی نیستش که این حالت رو نداشته باشه. بسیاری سوء تفاهم هایی ممکنه پیش بیاد بین بیمار و پزشک یا خانواده بیمار و پزشک که همه اونها ناشی از جهل نسبت به طرز تفکر و روحیه پزشکه. من هرگز فکر نمی کنم که اگر یک کلوشار روی میزی که جلوی من هست درست یا روی رخت خوابی که جلوی من هست دراز کشیده یا یک رئیس جمهور در خودم احساس نمی کنم. تنها چیز عبارت از این استش که سعی کنم این آدم رو نجات بدم. اونهایی که با متن سوگند بقراط آشنا هستن می دونن که یکی از بندهای این سوگند همین است که پزشک باید تمام تلاششو اون چی که در اختیارش هست برای نجات بیمار بکنه. آشنایی من و آقای پروفسور صبحانی خودش هم یک داستان جالبی است و اون عبارت از این استش که در سال 1980 ما یه تصادف کردیم و بیهوش بودیم و من فکر میکردم که من به جراحی احتیاج خواهم داشت. بردن ما رو به بیمارستانی به نام لونژیمو. در اونجا بودیم و قبلا این مقدمه رو باید بگم که همون روزها آقای دکتر بختیار یک جلسه سیاسی داشت که یک عده شرکت کرده بودن و یک عده حمله کردند به این تظاهرات و به اون جلسه ای که بختیار داشت. به همین دلیل از طرف پلیس به همه ماها اخطار شد که مواظب باشید و تأکید روی این بود که فدایان خلق بهتون حمله میکنن. بگذاریم از این که در تمام مدتی که من در فرانسه هستم هرگز ندیدم که فدایان خلق به گروهی حمله بکنند و نه تنها حمله نکردن بلکه من به چشم خودم بعضی از فدایان سرشناس رو در مراسمی که برای دکتر بختیار میگرفتن دیدم، شخصا دیدم و شخصا ازشون تشکر کردم. حالا این مقدمه رو داشته باشید. طبیعتاً عمل جراحی کرده بودم و من هنوز در حال نیمه بیهوشی بودم. احساس کردم که یک نفر بالای سر من ایستاده و چشمامو باز کردم و اولین چیزی که دیدم سیبیل‌های بسیار بسیار پرپشت
طرف بود و بعد با یه چهره ای رو باور کن که در حدود نیم متر از تو رخت خوابم پریدم و تصور کردم که خلا بوده که فدایان خلقی وجود دارد که واقعا تصمیم دارم که بنده رو از پا در بیارم. هیچ این فکرم از ذهنم نگذاشت. آخه مردی که تو چی کاره ای که بخوان تو رو بیام بکشن، اونم تو بیمارستان جرجل و این هم آدم. ولی خب در اون لحظه که آدم اینجور چیزا رو فکر می کنه، ولی همین با عکس العمل تند من در مقابل آقای ایرج صبحانی که ظاهراً اونجا جزو انترن‌های بیمارستان بود و شنیده بود که یک ایرونی مجروح را آوردند به بیمارستان و وظیفه خودش تونسته بود که بیاد به حالش رو بپرسه و این فقط یه ماجرا بود. و البته خب بگذاریم که این موضوع باعث شد که ما خیلی به هم نزدیک شدیم، ولی هیچ کدام از اینها دلیل این نیستش که من آقای صبحانی رو برای موضوع صحبت امروزم انتخاب کردم. داشتم توی اینترنت برنامه های مختلف رو نگاه می کردم، دیدم که نوشته است سخنرانی آقای پروفسور ایرج صبحانی درباره مرگ. اینی که یک پزشک درباره مرگ اظهار نظر بکند خیلی مسئله مهمی نیست، ولی اون چی که فوق العاده من تحت تاثیر قرار داد و طبیعی است که رفتم که بخونم ببینم چیست، دیدم که ایشون یک پزشک که کارش پزشکی است، تعلیمات پزشکی دیده، تجربهش در رشته پزشکی هست، مرگ رو نه تنها از نظر پزشکی، البته از نظر پزشکی هم بله، ولی از نظر فلسفی، از نظر حقوقی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر فامیل های نزدیک مورد بحث قرار داده. یه بحث حیرت آور، فوق العاده، به راستی فوق العاده. جزو آدم هایی که اسم برده است از آغاز کار نظریات سقراط هست درباره مرگ، بعد افلاطون هست، بعد ارسطو هست، بعد اپیکور هست، بعد زنون هست و همینطور میاد اسپینوزا و فلان این حرفا و تا این اواخر و فیلسوفای اواخر. عجیب من رو تحت تاثیر قرار داد که یک آدمی با یک چنین وسعت دید و یک چنین وسعت معلومات داره به مهمترین حادثه جهان فکر میکنه. بعد از تولد مرگ بیش از هر حادثه‌ای اتفاق افتاده. متاسفانه گرچه تا آخر نگاه کردم ولی اثری ندیدم، ولی خیلی دلم میخواست که آقای پروفسور ایرج صبحانی در این سخنرانی خودش راجب شیلر هم صحبت کنه که به نظر من یکی از زیباترین تعاریف درباره مرگ. اون میگه که مرگ برای دیگران وجود داره ولی برای خود آدم هرگز. برای اینکه شما تا وقتی که احساس میکنید زنده اید و لحظه ای که مردید دیگه احساس ندارید. به همین دلیل استش که مرگ تا این حد افسانه ایست و تا این حد جالب که یک پروفسور معروف پزشکی را وادار میکند تا دربارش فکر کند. در کیهان لندن که اکنون به صورت اینترنت منتشر می شود مطلبی دیدم بسیار عمیق و هوشمندانه راجع به برافکندن رژیم حاکم و جایگزینی یک نظام سالم حکومتی در ایران. مجید محمدی نویسنده مطلب سخن را با این مقدمه آغاز می کند.
معمولا وقتی به نقطه اصلاح پذیری جمهوری اسلامی می رسیم و این گزاره را تبیین و تحکیم می کنیم که جامعه ایران بدون رفتن جمهوری اسلامی به سر و سامانی نمی رسد، منتقدان هنجاری و نه صرفاً توصیفی این گزاره‌ها به شما خواهند گفت براندازی ممکن نیست چون اپوزیسیون جمهوری اسلامی پراکنده است و مردم آلترناتیوی نمی‌بینند و شور انقلابی وجود ندارد و نهادهای سرکوب قدرتمندند. این حقیقت است بارز چه در داخل و چه در خارج ایران مقابله با رژیم حاکم به اشکال مختلف وجود دارد. انبوهی از مردم که در روی کار آوردن نظام موجود نقش اساسی داشتند، چه در داخل و چه در خارج کشور، طی 40 سال تجربه از این رویکرد پشیمان شدند. و نیز آن گروه از مردم که به هر دلیل با نشاندن رژیم فعلی به جای رژیم پیشین موافق نبودند، غم خود را می‌خورند و آرزو دارند یک انقلاب واقعی با هدف روی کار آوردن حکومتی پاک دست و پاک دامن برای برقراری امنیت و دستیابی به زندگی شاد و سالم در کشورشان رخ دهد. و اما به چه دلیل این آرزو تحقق نیافته و راه رسیدن بدان کدام است؟ این سوالی است که مجید محمدی در نوشته خود بدان پاسخ می‌دهد. او می‌گوید در کشورهایی که رژیم‌های سیاسی سرنگون شده‌اند، مدل‌های متنوعی به چشم می‌خورد که توجه به آنها می‌تواند آموزنده باشد. سپس می‌پردازد به تجربه بین‌المللی براندازی و مورد خاص ایران. نخستین تجربه که در بسیاری کشورها صورت گرفته کودتای نظامی است. در مورد کودتای نظامی او به درستی از امکان موفقیت آن در ایران کنونی نظر منفی ابراز می‌کند. می‌نویسد این مدل در ایران با وجود سپاه پاسداران غیر ممکن است. ارتش نیز توسط دستبوسان رهبر و مداحان سپاه اداره می شود. کسانی که امید دارند سپاه کودتا کند توجه نمی کنند که سپاه کشور را در اختیار دارد و مجلس و دولت گوش به فرمان و تدارکچی آن هستند. حتی اگر سپاه قدرت را به تمام در دست گیرد و روحانیت را حذف کند که تصوریست بیجا، باز سپاه از مبانی ایدئولوژیک نظام دست بر نخواهد داشت و پوسته مذهبی نظام را حفظ خواهد کرد. مورد دوم در این تحلیل و تفسیر حمله و اشغال خارجی است که طبق نظر تحلیلگر در باب ایران تحقق پذیر نخواهد بود. چرا؟ به دلیل اینکه اولا ایران کشوری است بسیار بزرگ و کنترل آن بعد از اشغال بسیار دشوار. ثانیاً تجربه عراق و افغانستان به دولت‌های غربی نشان داد که با حمله نظامی قادر خواهند بود رژیمی را در خاورمیانه براندازند، ولی تأمین امنیت بعد از آن دشوار است و سیر حوادث را نمی‌توانند جهت دهند. مورد سوم جنگ داخلی است. بدین معنا که مخالفان بخشی از کشور را در اختیار گیرند و آنقدر بر رژیم حاکم در مرکز فشار بیاورند تا آن را سرنگون سازند. این روش در سوریه شکست خورد چون رژیم‌های اقتدارگرا به یکدیگر کمک می‌کنند تا سرپا بمانند. این روش در ایران نیز با تمرکز منابع در دست قدرت مرکزی و امکان یاری گرفتن رژیم از روسیه و حزب الله لبنان و اشدالشعبی عراق معلوم نیست جواب دهد. مورد چهارم انقلاب سیاسی است. چنین انقلاب طبق نظر نویسنده موکول به وجود رهبران کاریزماتیک است، ولو آنکه مقیم خارج از کشور باشند. در مورد ایران
بعد از پایان عمر رهبران کاریزماتیک، تصور این که مردم در داخل کشور منتظر رهنمودهای فرد یا افرادی در خارج باشند بسیار دشوار است. در این حال وجود اپوزیسیون خارج از کشور برای تغییر رژیم گرچه کمک کننده است، الزامی نیست. بر مبنای این استدلال نویسنده مقاله نتیجه می‌گیرد که تغییر رژیم در ایران موکول است به جنبش ملی و فعالیت توده مردم، بدون آن که لزوماً منتظر یکی از موارد چهارگانه باشند. عوامل خارجی رژیم جمهوری اسلامی را بر نمی اندازند و کاری در این زمینه نمی کنند، اما می توانند این براندازی را کند یا تسریع کنند و در کاهش یا افزایش خسارات انسانی نقش داشته باشند و در مساعد ساختن محیط برای براندازی یا عدم براندازی تأثیر بگذارند. پس چه باید کرد؟ جواب این سوال در مقاله چنین آمده است: سه عامل در فضای داخلی امروز برای موفقیت یک جنبش براندازی تسهیل کننده است. اول، نارضایی اکثریت مردم از رژیم موجود به دلیل فساد، ناکارآمدی و اتلاف رژیم در تأمین نیازهای اولیه مردم. هیچ کس با نگاه به روندهای موجود نمیتواند امیدی به بهبود شرایط با تداوم رژیم موجود و سیاستهایش داشته باشد. دوم، تغییر بنیادی در فضای گفتمانی و رفتاری. نه تنها عموم مردم، بلکه طرفداران رژیم که با وجود بهرمندی از مزایای آن انتظارات دیگری از زندگی دارند، مانند آزادی‌های فردی، شادی، سفر راحت به کشورهای غربی و ثبات سیاسی و اقتصادی. سوم، کاهش امکانات رژیم در تعمیر و نگهداری ماشین سرکوب در شرایط تحریم‌ها. بر مبنای موارد ذکر شده، نویسنده مقاله اظهار عقیده می‌کند که براندازی جمهوری اسلامی به بیداری و کنش میلیون ها نفر نیاز دارد تا همه کسانی که رویای دیگری دارند گرد هم آمده رژیم را مجبور به رفتن کنند. بعد می افزاید: قصاب‌ترین رژیم ها در دنیای امروز نمی توانند میلیون نفر را در خیابان به رگبار ببندند. نتیجه این که برای برانداختن رژیم موجود باید همه مردم را به یاری طلبید و به خیابان ها کشید. راه بدون خشونت عنوان بخش آخر مقاله است به این قرار: پس از تجربه انقلاب سال 57، جنگ و سرکوب های خشونتبار جمهوری اسلامی، انقلاب ویرانگر و خشن در ایران طرفداران زیادی ندارد. مردم همچنین فرایند طولانی برای براندازی را نمیپسندند. آنها براندازی سریع و آسان و کم هزینه را میخواهند. اگر شرایطی به وجود آید که حکومت به سرعت کنار برود، بخش‌های بیشتری از مردم آشکارا خواستار سقوط رژیم خواهند شد. خلاصه کلام این که در شرایط موجود رهایی از نظام حاکم و دستیابی به یک رژیم سازنده و نمخرب موکول است به مشارکت عمومی، به ظهور توده‌های مردم در صحنه مقاومت عمومی و مخالفت اصولی با رژیم حاکم به منظور برقراری یک نظام سالم و سازنده، راهی که 115 سال پیش برای دستیابی به رژیم مشروطه در ایران پیموده شد. در دانش اختر فیزیک در پژوهش چگونگی دیسش یا فرماسیون ستارگان، مقصودم نحوه به وجود آمدن ستارگان است. ماده پیش از آن که ستاره شود از چند مرحله می گذرد.
این در واقع یکی از قانونهای کلی هستی است. هیچ چیز از آغاز شکل پایانی خود را ندارد. خوراک خاگینه یا املت پیش از آن که در بشقاب شما جای گیرد از بسیاری مرحله ها می گذرد. تخم درون مرغ، بیرون آمدن آن، شکستن تخم مرغ، زدن آن، رویش دانه گوجه فرنگی، رسیدن، کندن، شستن، خرد کردن گوجه فرنگی و همینطور برای بقیه چیزها در خاگینه. اینکه بنابر پندار دینها انسان از آغاز به این دیسه فرم آفریده شده افسانه است، یادگار دوران نادانی انسان، ناآگاهیش از قانونهای زاستار طبیعت. انسان در آغاز موجودی بوده تکیاخته‌ای که راه بسیار بسیار درازی را پیموده، میلیاردها سال بعد به نوعی جانور چهارپا تبدیل شده و سرانجام به گونه ای میمون که از فرگشت شاخه ای از آنها ما انسانها پدید آمده ایم. ستارگان هم از فرگشت یا تحول ابرهای بسیار بزرگی می آیند که در فضای بین ستارگان در کهکشان ها جای دارند. این ابرها از مولکول های عنصر های شیمیایی گوناگون و غبار کیهانی ساخته شدند. 74% این ابرها را مولکول های هیدروژن تشکیل می دهند. در حدود 25% از هلیوم است و بخش بسیار کوچکی در حدود 1% از عنصرهای شیمیایی سنگین تر مانند کربن، ازود، اکسیژن و بقیه عنصرها ساخته شده است. این اتم های سنگین تر درون ستارگان نسل های پیشین پدید آمدند که با فوران های ستارگان یا انفجار آنها به فضای میان ستارگان پرتاب شدند. چنان که گفتم ماده برای تبدیل شدن به ستاره مرحله های بسیاری را پشت سر می گذارد. یکی از این مرحله ها پدیده ایست که در زبان انگلیسی پروتو ستار نام دارد. مرحله ایست که پس از رنبش گرانشی بخشی از ابر مولکولی که بسیار چگال شده روی می دهد. مرحله ایست پیش از راه افتادن واکنش های هسته ای درون آنچه ستاره خواهد شد. گفتم که در انگلیسی به این مرحله پروتو ستار می گویند. در فرانسه پروتو اتوال، در آلمانی پروتو شترن. توجهتان را جلب می کنم به پیشوند پروتو در این زبان ها که پیش از واژه ستاره می آید. پیشوند پروتو در ترم شناسی دانشی که زبان های اروپایی کاربرد فراوان دارد، نه تنها در اختر فیزیک بلکه در بسیاری دانش ها. گفتار امروزم درباره پیشوند پروتوست. پروتو دارای چند معنای مربوط به هم است. از آن میان ابتدایی ترین صورت، آغازین، نخستین، اصلی، کهن، پیشین. ما در فارسی برای پروتو برابر مشخصی نداشتیم. در هر موردی آن را یک جور ترجمه کردیم. بیشتر تحت و لفظی با بکار بردن واژه های نخستین، آغازین، باستانی، کهن، اصلی و حتی نیا به معنای جد که مناسب نیست. در بسیاری موردها هم همان واژه پروتو را به کار بردن. کاربرد این واژه های گوناگون در برابر پیشوند پروتو خالی از مسئله نیست. اگر بخواهیم فارسی زبانی باشد، پرسون و روشمند. واژه های نخستین، آغازین، کهن، باستانی واژه های اند عادی که کاربرد فراوانی دارند در بافتارها، کنتکس های گوناگون. به کار بردن آنها در برابر پروتو از اهمیت و شخصیت بگرت یا کنسپت پروتو میکاهد و میتواند ناروشنی و آشفتگی پدید آورد. به سخنی دیگر، ما در دانش به بیان چیزهایی نیاز داریم که واژه های نخست، نخستین، آغاز، آغازین، کهن، اصلی برای آنها مناسبند. در انگلیسی هم این موضوع ها را با واژه های first، primordial، آرکیو، ارلی و دیگرها بیان می کنند. دوم که نخواستن پیشوندی درخور برای پروتو به معنای گریختن از زبان راجماندار و روشمند دانشیک است، حالان که زبان فارسی توانایی همسنگی با زبانهای پیشرفته اروپایی را دارد.
این نکته را در گذشته هم گفتم که زبانهای اروپایی از آغاز با این پیشوندها و پسوندهای سازماندار زاده نشدند. این زبانها از سده 17 به بعد این وندها را با یاری گرفتن از یونانی و لاتین یکی پس از دیگری بازسازی کردند و در معنای مشخصی به کار بردند تا از این را زبانی پرسون دقیق برای دانشها پدید آورند. انگلیسی از لاتین و یونانی گرفته که خیشاوند مستقیم آن نیستند، حالان که ما در فارسی از زبانهای گذشته و گویشهای ایرانی میگیریم. بسیاری از واژه‌هایی که هم اکنون در فارسی به کار می‌بریم پهلوی و فارسی باستانند. به سخنی دیگر، به تعبیری این زبان‌ها در قالب فارسی زنده‌اند. زبان فارسی زبانی است هند و اروپایی و می‌تواند همان راهی را بپیماید که زبان‌های اروپایی رفتند، به ویژه آنکه از گنجینه بزرگی از امکان‌های زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کنونی و زبان‌های باستانی ایرانی برخوردار است. ببینیم که پروتو از کجا آمده. پروتو از یونانی پروتوس گرفته شده به معنای آغاز، نخست. این واژه صفت برترین یا عالی پروست به معنای پیش، به سوی پیش، جلو. پرو همریشه است با واژه فرا در فارسی که همکنون در برابر پیشوند لاتین پرو به کار می رود. برابر اوستایی واژه پروتو پورو است که به دیسه های پورویا و پاوروا هم آمده به معنای نخست، اول، آغازین، پیشین. این واژه در فارسی باستان هم هست، پرویا به معنای پیشین، آغازین. من از این میان دیسه پوروا را برگزیدم که با آوایی که زبان فارسی کنونی همساز است. در سانسکریت هم پوروا گفته می شود به معنای نخست، پیشین، پیشین بودگی. در اسلاوی کهن پرووا، نخست، اول. در روسی پروی، نخست. حال چند نمونه از کاربرد پروتو در اخترفیزیک. پروتو استار را می توانیم پرووا ستاره بگوییم، چون که گفتم پرووا ستاره مرحله ای است در فراروند دیسش یا تشکیل ستارگان. پس از آن که ابر مولکولی بر اثر نیروی گرانش می رنبد، چیزی به وجود می آید که به آن مغزه پیش ستاره‌ای می گویند. پوروا ستاره مرحله ای است میان مغزه پیش ستاره‌ای و آغاز واکنش های هسته‌ای. همین که واکنش های هسته‌ای به راه می افتند، پوروا ستاره به ستاره تبدیل می شود. همچنین توجه کنید که پیش ستاره‌ای به گرد یا کنسپت دیگری است و پوروا ستاره‌ای به گردی دیگر. آنها را نمی توان جایگزین هم کرد. واژه نخستین را هم نمیتوان در اینجا به کار برد، چون بگرد دیگری داریم، First Stars، که در فارسی میتوان آن را نخستین ستارگان گفت. اینها نخستین نسل ستارگانی هستند که پس از بیگ بنگ پدید آمدند. همچنین ما Early Universe، گیتی آغازین را داریم که دورانی از آغاز گیتی است از بیگ بنگ تا پدید آمدن نخستین کهکشان ها. واژه کهن هم مناسب نیست، چون ستارگان در نسل‌های گوناگون به وجود می‌آیند و ستارگان نسل نخست کهن‌تر از ستارگان نسل‌های بعدند. پوروا کاربردهای بسیار در اخترفیزیک دارد که نمی‌توان در اینجا همه را یادآور شد. نمونه دیگر پوروا خورشید است که پوروا ستاره‌ای است که به پدید آمدن خورشید انجامید. همچنین داریم پوروا سیاره، پروتو پلنت. پیشوند پروتو در زیستشناسی و جانورشناسی هم به کار می رود. برای نمونه پروتوپلاسم. پروتوپلاسم مایه است که یاخته های جانداران یعنی گیاهان و جانوران را پر کرده و مسئول فراروندهای زیستی یاخته است. وقتی که در سال 1835 ترم پروتوپلاسم را ساختند، می پنداشتند که تنها یک نوع مایه در یاخته وجود دارد که مسئول همه کارکردهای یاخته است. همکنون این ترم برای نامیدن انواع گوناگون موادی به کار می رود که درون یاخته هستند، از آن میان سیتوپلازم، هسته و اندامک ها. ترم دیگر پروتوزوا است که در فارسی به آن آغازیان می گویند. آغازیان ارگانیسم های تک یاخته ای هستند. جانورشناس آلمانی گولدفوس که این ترم را در سال 1818 ساخت، می پنداشت که اینها ساده ترین جانوران هستند. به سخنی دیگر نخستین جانورانی هستند که به وجود آمدند.
از این رو آنها را پروتوزوا نامید، از پروتو و زوا در یونانی که جمع زویان است به معنای جانور. همکنون با کشف های تازه‌ای که در زیست‌شناسی شده دیگر نمیتوان آنها را ساده ترین یا ابتدایی ترین جانوران دانست. نمونه دیگر از کاربرد پروتو بیرون از اخترفیزیک و زیستشناسی واژه پروتکل است. پروتکل در اصل برگه آغازینی بوده که به تومار پاپیروس میچسباندند و در آن محتویات تومار را خلاصه میکردند. این واژه از یونانی پروتوکولون میآید، از پروتو آغاز و کلا چسب. ما در فارسی میتوانیم به آن پوروا بند بگوییم، بند از بستن. میدانید که پروتکل یا پوروابند همکنون به چند معنا به کار می رود. از آن میان یک پیشنویس قرارداد یا صورت جلسه مذاکره ها که بعدها به شکل پیمان در می آید و امضا می شود. دو، ثبت گفتگوها که گواه بر موافقت میان مذاکره کنندگان باشد. سه، آیین تشریفات رسمی که میان دیپلمات ها معمول است. حال می رسیم به پوروا هندو اروپایی. پوروا هندو اروپایی زبانی است فرضی که همه زبانهای هندو اروپایی از آن سرچشمه گرفتند. نخستین کسی که مینه یا ایده زبان پوروا هندو اروپایی را پیشنهاد، سر ویلیام جونز بود در سدیه 18. او به همانندی های میان زبان های سانسکریت، یونانی باستان، لاتین و اوستایی پی برد و گفت که این زبان ها باید خاستگاه مشترکی داشته باشند. این همانندی ها چنان بسیارند که نمیتوان آنها را به تصادف نسبت داد. در سده 19 مهمترین کوشش زبانشناسان بازسازی زبان پوروا هندو اروپایی بود. پژوهشگران برآورد میکنند که زبان پوروا هندو اروپایی در دوران نوسنگی دست کم 3500 سال پیش از میلاد زبان مشترک قوم هایی بوده که در یک ناحیه جغرافیایی با هم زندگی میکردند و به علت هایی از آنجا به اروپا و آسیا پراکنده شدند. برخی باستانشناسان زبان پوروا هندو اروپاییان را حتی به 5500 سال پیش از میلاد بالا میبرند. درباره ناحیه گرد همایی پوروا هندو اروپایی زبانان بحث بسیار است. بیشتر متخصصان معتقدند که آنان ساکن ناحیه‌ای بودند در شمال باختری دریای مازندران و شمال خاوری دریای سیاه. پوروا هندو اروپایی نخستین زبان فرضی بود که به عنوان زبان مادر برای گروهی زبان ساخته شد. همکنون در زبانشناسی بگرد یا کنسپت پوروا زبان به زبان فرضی و از میان رفته‌ای گفته می شود که مادر گروه زبان بوده است. پس پوروا هندو اروپایی یکی از پوروا زبان هاست. پوروا زبان های دیگر عبارتند از پوروا جرمنیک، پوروا رومانس، پوروا چین و تبتی، پوروا ایرانی و دیگرها. وقت ما به پایان می رسد. ما در فارسی برای داشتن زبانی پرسون نیازمند پدید آوردن راجمانی از پیشوندها و پسوندهایی. ما باید این وندهای ضروری را به وجود آوریم، همان گونه که زبانهای اروپایی کردند و هنوز هم میکنند. فارسی شانس این را دارد که زبانی است هند اروپایی با گنجینه ای از زبانهای گذشته و گویشهای پربار کنونی. باید همه این امکانها را برای ساختن زبانی توانمندتر به کار برد. اندیشه های بزرگ در زبانهای ناتوان نمی گنجند و پدید نمی آیند. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. یک مثنوی نسبتا کوتاهی خواهم خوند به اسم فکر روشن، فکر دینی، ولی قبلش اجازه بدید که خدمتون عرض کنم شخص خاصی مخاطب این گونه شعرهای انتقادی و اجتماعی من نیست، مخاطب این گونه نقدها یک نوع یا جنس با اسم اصطلاح فرانسوی و انگلیسی اسپس از ایرانیان هستن که هم مدعی روشنفکری هستن هم مدعی دین، که از نظر من برخلاف دعویهای خیرخواهانه‌ای که دارن در طول تاریخ معاصر هرگز به ایرانیان و اصولا به نوع انسان خدمتی که نرسوندن سهل است، بلکه به دلیل اعتقادات نادرست و روش‌های ناکارساز در امور سیاسی و اجتماعی و فکری منشأ خسارات بزرگی بر علیه
ملت ایران و ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران بودند. و از این بابت متاسفم که بدون مداهنه این نکته رو اینجا در مقابل این دوربین عرض کنم خدمت. فکر روشن فکر دینی سرسری است، مایه کجراهی و کجباوری است. آن که ذهنش کارگاه فکر نیست، بر زبان چیزیش الا ذکر نیست. آن که فکرش در پی اوهام رفت، عقل او چون آفتاب از بام رفت. ای که جهل خیش را خانی خرد، باورت در خوشخیالی میچرد. خوشخیالی عمر نوحت میدهد، درد بی دردی به روحت میدهد. آن که جز در بند بیدردی نبود، گرچه عقلش کاست ایمانش فزود. نور ایمان تافت بر مغز تهیش، گشت با اوهام عالم قوم و خیش. صاحب تقوا و زهد و ریش شد، عاشق اندیشه های خیش شد. گفت انا روشن ضمیر کهنه کار، دانش و دین دارد از من اعتبار. گفت انا دکتر انا الاندیشه ورز، دانشم گسترده تا آن سوی مرز. گفت انا العلامه ابن الفیلسوف، پیش من شمس و قمر شد در کسوف. بر زبان اسرار عالم ورد من، فیلسوفان جهان شاگرد من. این شنیدم با کیا و با بیا، همنشین اولیا و انبیا. روز و شب با کانت خیشی میکنم. کانت فیلسوف معروف و بزرگ عصر روشنگری آلمانی، و هگلم یکی دیگر از فیلسوفان بزرگ هست که نیازی به توضیح هم نداره، ولی خب بد نیست که گفته بشه. روز و شب با کانت خیشی می کنم، با هگل اسلام کیشی می کنم. می نشینم با وبر، یک جامعه شناس بزرگ آلمانی است. می نشینم با وبر بالای میز، می کنم اندیشه ها اندیشه او را تمیز. مارکس را با داء دینی مبتلا، می کنم در سرزمین کربلا. با لنین اطراف نهر علقمه، بورژوازی را به سر کوبم قمه. بعد راه جمکران طی می کنم، چون شبان هی ها و هی هی می کنم. می روم در مشهد موسر رضا، پشت مرقد می کنم سیر فضا. اسب دانش بهر دین هی می کنم، روز مشهد جانب ری می کنم. می زنم با عزت و با احترام، در جماران بوسه بر دست امام. شربت اسلام را سر می کشم، نعره الله اکبر می کشم. با تبرداران علم مکتبی، می زنم بر جنگل لا مذهبی. پشت آگاهی به بالش می زنم، عطر اسلامی به دانش می زنم. البته عطر می گوین اونها، عطر اسلامی به دانش می زنم. لاف علم و عقل و ایمان میزنم، نان به خون اهل ایران میزنم. کافران را بند بر گردن زنم، قفل نادانی به دانستن زنم. از ربو چون از اصول دین ماست، این زدنها مایه تسکین ماست. انقلاب ما به یمن از ربو، این چنین با نصر ما شد روبرو. نصر پیروزی فتح.
انقلاب ما به یمن عزربو این چنین با نصر ما شد روبرو. عزربو از پایه‌های دین بود، در رسالات کهن تدوین بود. اولیا را عزربو کرد اولیا، اوسیا را عزربو کرد اوسیا. زین زدنها دین رواج عام یافت، کار ایران رونق از اسلام یافت. گر عرب چون ما نمیزد بر عجم، تکیگاه وی کجا بود تخت جم؟ گر عرب چون ما نمیزد بر عجم، تکیگاه وی کجا بود تخت جم؟ از ربو و اقتلو و اسلمو، هر سه میجویند ره بر تسلمو. اسلمو و تسلمو اصلی اصیل بود و دائم بود خواهد بی بدیل. داعش از ما هست شد نی ما از او، او به ما پیوست شد نی ما از او. زین سبب جهل من و مکر امام، رستگاری می برد بهر عوام. خود از این رو همره هم از بهر دین، با قسی القلب قصاب اوین. با امام مرگ بیعت می کنم، کیف عالم با شریعت می کنم. حذف اهل فکر را حامیستم، حذف اهل فکر را حامیستم، زان که روشن فکر اسلامیستم. حق به کف دارم که مرد دینیم، صاحب اندیشه تکوینیم. سروری را از خدا دارم نصیب، کرده کوته دین ز ما دست رقیب. معجز دین است اگر ما سروریم، معجز دین است اگر ما سروریم. راست بر صدر امور کشوریم، معجز دین است اگر ما دکتریم. استاد کودن آب کریم، معجز دین من مهندس کرده است. جرثقیل از بحر قتل آورده است. معجز دین است اگر آغاستیم، خوشنشین پله بالاستیم. استادانیم و دانشگاهیان، استراتژ پیشه اصلاحیان. علم دین نظر سیاست کرده ایم، بر زمین مشق ریاست کرده ایم. زان که عقلم هدیه لطف خداست، رهبرم شیخ و فقیهم مقتداست. کارمند انقلاب اوستم، کاتب وحی سراب اوستم. با ندای مرجع تقلید خیش، در فضا می گسترانم دید خیش. فکر بکرم را تعالی می دهم، داد شغل خشت مالی می دهم. خشت فکر و خشت ذکر و خشت دین، می زنم بر عرصه ایران زمین. تا پی و بنیاد کین در این دیار، روی خشت فکر من یابد قرار. خیش را معمار کشور می کنم، ملک ایران را مسخر می کنم. این چنین فرمود روشن فکر دین، این متاع آسمانی بر زمین. حق فرو پیچیده در جوف نمد، از ازل آورده تا شام ابد. دعوی دین دارد و دانشوری، در دکان ابنای جهلش مشتری. خیش را بر حق شناسد در زمین، زان که دارد تکیه بر ابنای دین. چون خدا با اوست حق با او بود، چون خدا با اوست حق با او بود. یاوه پنداری ولی حقگو بود، ملک تلق اوست حق و راستی. هیچ در خود می نیابد کاستی، هیچ
در خود می نیابد کاستی، دیگران در چشم او بر باطلند، باغ بیبر دانه بی حاصلند. هر که باشی گر به دینش نیستی، جز سزای قهر و کینش نیستی. جست آزادیش جز تزویر نیست، جلد او شیر است اما شیر نیست. گر برون آید ز جلد شیر خیش، گریه خواهد کرد بر تقدیر خیش. ای که در دین دعوی بالاستت، از دروغت نیست برتر راستت. رقم اوهامی که میپنداشتی، عقل با ایمان ندارد آشتی. رقم اوهامی که میپنداشتی، عقل با ایمان ندارد آشتی. ای به ایمان گشته کالایت گران، فخر مفروش این چنین بر دیگران. گر مسلمانی مسلمانیت خوش، ریش زیر تیغ سلمانیت خوش. رو تو خود را باش اگر تقواگری، از سر ما دور داران داوری. ما بدهکاران دینت نیستیم، قاسبان سرزمینت نیستیم. با چنین دین در سیاست کردنت، چیست سودای ریاست کردنت؟ با چنین دین در سیاست کردنت، چیست سودای ریاست کردنت؟ دین خود را صرف قهر و کین مکن، و ریاست میکنی با دین مکن. ما دو تن همسایه و هم ریشه ای، زخمدار ضربت یک تیشه ای. از چه رو از آدمیت تن زنی، دین خود را چون تبر بر من زنی. خنجر از ایمان خود داری به کف، تا دل همسایه را گیری هدف. از چه رو با دین خود سودا کنی، وین تجارت بر زیان ما کنی. سود خود می جوی از دین داشتن، حق ما بهر چه خورد انگاشتن. گر خدای توست سود افزای تو، مفت چنگت با این سودای تو. گر خدای توست سود افزای تو، مفت چنگت باد این سودای تو. لیک ما نیز از همین آبیم و خاک، ریشمان از وی نیابد انفکاک. از چه ایمان را وسیلت می کنی، با جهانی مکر و حیلت می کنی. این وطن کاشانه ما نیز هست، باغ و راغ و خانه ما نیز هست. بازیان ما ز بهر سود خیش، تحفه تقوا و دین آورده پیش. رقم مردم دولت دینی تو راست، با خدا رسم کجاینی تو راست. مهر انسان خواه و ترک زور کن، دست دین از حاکمیت دور کن. ورنه با این زور و با این دستکار، زیر چتر رحمت پروردگار نیستی جز نوکر قومی جهول، عامل بدکار مشتی گنگ و گول. این چنین در آشکار و در نهان، داغ لعنت میخوری تا جاودان. شاد و پیروز و سرفراز باشید.